سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جان خود را برای حزب الله می‌دهد گفته است اگر مقامات غربی درباره حزب الله و مقاومت حرف درشت بزنند قطعا تو دهنی می‌خورند. به در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره ادای احترام محمد جواد ظریف به قبر عماد مقنیه تروریست لبنانی گفته است آمریکایی‌ها نسبت به اقدام ظریف برای احترام به مقبره عماد مقنیه انتقاد کردند اما خود در تشییع جنازه شارون شرکت کردند. سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و معاون حسن روحانی لغو شد. خانم ابتکار قرار بود به مناسبت روز هوای پاک در مراسم نماز جمعه تهران سخنرانی کند اما یدالله شیرمردی رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران اعلام کرد خانم ابتکار به دلیل کسالت و مشغله کاری نمیتواند در نماز جمعه تهران حضور یابد و به جای او یکی دیگر از مسئولان این سازمان سخنرانی خواهد کرد. در حالی است که سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد خبر کسالت و مشغله کاری معصومه ابتکار صحت ندارد. در همین زمینه معصومه ابتکار 26 دیماه در صفحه فیسبوک خود نوشت حضورم به عنوان سخنران قبل از خطبه ها در نماز جمعه قطعی شده بود اما سه‌شنبه خبر رسید که ممکن است منتفی شود. خانم ابتکار در مورد علت لغو این سخنرانی توضیح ارائه نداد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در اظهارات تندی علیه احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران او را شخصی فاسد خواند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای پورمحمدی در یک سخنرانی در مشهد گفت احمد شهید اصلا یک حقوقدان نیست و به صورت یک عملی سیاسی وارد عرصه شده است و از همان ابتدا علیه ملت ایران موضع گرفته است. آقای پورمحمدی گفته ما در اصل با وجود گزارشگر مخالفیم چون از نظر حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای در جهان داریم و همچنین مشکل اصلی غرب با ایران را موضوع حقوق بشر دانست. ویژن نامدار زنگنه وزیر نفت رسما برای کمپانی شل و بریتیش پترولیوم دو قول نفتی بریتانیا برای بازگشت به ایران دعوتنامه ارسال کرد اما این شرکت ها برای بازگشت به ایران پیش شرط تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری مهر شرکت های نفتی بریتانیا بازگشت خود را در گروی لغو کامل تحریم ها اعلام کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا از اواسط سال 2012 میلادی تحریم‌های سنگین بانکی و نفتی علیه ایران را به اجرا گذاشتند، موضوعی که تاکنون باعث بلوکه شدن حدود 100 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در خارج و افت صادرات نفت ایران شده است. تاکنون آمریکا چندین بار به شرکت‌های بین‌المللی نفتی هشدار داده که توافق هسته‌ای به منزله لغو تحریم‌های اعمال شده بر بخش انرژی ایران نیست و هنوز برای ارزیابی پروژه‌های ایرانی عجله نکنند. اما حسن روحانی در بازگشت از سفرش به خوزستان در سخنانی با انتقاد از مخالفان داخلی توافقنامه ژنو گفته است عده‌ای نمی‌خواهند تحریم برداشته شود و به خاطر منافع شخصیشان مخالف آن هستند. به وعده داد که تا 6 ماه آینده تحول اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. انتقاد رئیس جمهوری ایران از مخالفان توافق ژنو در حالی است که این توافق از روز 20 ژانویه اجرایی خواهد شد و در صورت راستی‌آزمایی اقدامات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قدرت‌های جهانی بخشی از تحریم‌های ایران را لغو خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران در نشست با خبرنگاران گفت با عملیاتی شدن تدریجی توافقنامه ژنو در 6 ماه آینده تحول اقتصادی قابل توجه مثبت و قابل قبول در عرصه اقتصادی ایجاد می شود. وی افزود با رفع تحریم ها زمینه برای رونق و توسعه تجارت خارجی تحول اقتصادی صادرات و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی فراهم می شود. آقای روحانی گفت یک عده نمی خواهند تحریم ها برداشته شود و به خاطر منافع شخصیشان مخالف هستند شرایط عادی با دنیا داشته باشیم و خودمان را برای ملت فدا کنیم. روحانی همچنین با حمایت از تیم ایرانی مذاکره کننده با کشورهای 5 به علاوه 1 اعضای این تیم را افرادی توانمند و صاحب نظر دانست که قوی ترین افرادی بودند که او در این حوزه می شناخته است.
رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت صنعت نفت و نقش استراتژیک آن در ایران و جهان اشاره کرد که می‌تواند بر روابط منطقه‌ای و جهانی تأثیر بگذارد. روحانی همچنین نهضت ملی شدن نفت ایران را اولین حرکت در منطقه در مقابل قدرت‌های غربی دانست. وی به نقش صنعت نفت در پیروزی انقلاب ایران نیز اشاره کرد. آقای روحانی میزان تولید نفت را شاخصی برای سنجش توانمندی کشور دانست و نیز تصریح کرد که هر شرکتی بتواند نفت را ارزان‌تر تولید کند حق با اوست. حسن روحانی تأکید کرد برای انجام گفتگو با دنیا قدرت و توانمندی نقش ویژه‌ای دارد. وی همچنین بر لزوم افزایش ظرفیت تولید گاز تأکید کرد و گفت در بحث دیپلماسی و زمانی که با دنیا حرف می‌زنیم، اگر ایران می‌توانست بخش بزرگی از گاز اروپا را تأمین کند، آیا آنها می‌توانستند هر روز بازی در بیاورند و ما را تحریم کنند؟ رئیس جمهوری ایران با اشاره به پیشنهاد وزیر نفت مبنی بر اختصاص مبلغی از درآمد حاصل از فروش نفت خوزستان به این استان گفت: این مسئله را دولت بررسی می‌کند، چرا که من متخصص نیستم. توافق ژنو که روز سوم آذر و پس از مذاکرات فشرده میان نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک به دست آمد، با مخالفت گروه‌های تندرو و در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی روبرو شده است، به طوری که آنها خواستار افشای متن مذاکرات و همچنین عدم اعتماد تهران به طرف‌های مذاکره کننده شدند. روزنامه‌های نزدیک با آقای خامنه‌ای و همچنین سپاه پاسداران روزانه با انتشار گزارش‌های تایید نشده و از آنچه که کارشکنی آمریکا در مسیر اجرای توافقنامه ژنو خواندند، تأکید دارد که این توافق اعتبار خود را از دست داده است. برخی از چهره‌های این جریان تندرو نیز اعضای تیم مذاکره کننده ایران را به خیانت و واگذاری امتیازات فراوان به طرف‌های غربی متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه که تلاش برای دستیابی به دانش هسته‌ای برای ساخت سلاح اتمی عنوان شده است، هدف تحریم‌های فلج کننده سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از کشته شدن تعدادی از غیرنظامیان افغانستانی توسط نیروهای آمریکایی آن را محکوم کرد. به گزارش رویترز، در حمله هوایی نیروهای آمریکایی به منطقه در ولایت پاروان 8 نفر از جمله یک زن و 7 کودک جان خود را از دست دادند. آقای کرزایی گفته است کشته شدن غیرنظامیان نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به وعده‌های خود مبنی بر احترام به جان مردم افغانستان عمل نمی‌کنند. کرزایی گفته است افغانستان از چند سال پیش تا کنون خواستار توقف عملیات نظامی در روستاهاست، اما آمریکایی‌ها برخلاف توافق دو جانبه بار دیگر مناطق مسکونی را بمباران کردند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند. خبرگزاری آلمان گزارش داد وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال تحقیق پیرامون درستی تصاویری است که از با آتش کشیدن اجساد ستیزه‌جویان عراقی توسط تفنگداران آمریکایی منتشر شده است. پیشتر وبسایت TMZ تصاویری منتشر کرده بود که در آن سربازان آمریکایی در حال به آتش کشیدن اجساد شورشیان عراقی دیده می‌شدند. این وبسایت زمان وقوع این حادثه را سال 2004 میلادی و در شهر فلوجه عنوان کرده است. در حالی که شمارش آرای همه‌پرسی قانون اساسی مصر ادامه دارد، منابع مختلف میگویند بیش از 95% شرکت کنندگان با قانون اساسی جدید مصر موافقت کردند. رفراندوم قانون اساسی جدید مصر روز سه‌شنبه آغاز و روز چهارشنبه به پایان رسید. متن قانون اساسی پیشنهادی لحن اسلام‌گرایانه ندارد و به زنان و ارتش حقوق و قدرت بیشتری می‌دهد. ناظران انتخابات مصر گفتند رأی‌گیری روز چهارشنبه عمدتاً بدون مشکل بود، اما روز سه‌شنبه مخالفان و حامیان محمد مرسی با یکدیگر درگیر شدند که طی آن دست کم 9 نفر کشته شدند. نتیجه همه پرسی قانون اساسی مصر میتواند زمین ساز نامزد شدن ژنرال عبدالفتاح السیسی برای پست ریاست جمهوری در مصر باشد. السیسی که نقشی کلیدی در برکناری محمد مرسی داشت، فرمانده نیروهای مسلح ارتش مصر و از اوت 2012 وزیر دفاع مصر است.
منابع خبری گزارش دادند جبهه تروریستی النصره از گروه‌های وابسته به القاعده مسئولیت انفجار انتحاری روز پنجشنبه در شهر هرمل لبنان را بر عهده گرفته است. روز پنجشنبه 25 دی ماه منابع خبری لبنان گزارش دادند یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر هرمل واقع در منطقه دره بوقا در شرق این کشور منفجر شد که در نتیجه آن دست کم 4 نفر کشته و شمار دیگری زخمی شدند. جبهه النصره گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار صبح پنجشنبه در لبنان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این گروه با انتشار متنی در صفحه توییتری خود نوشت که این حمله در انتقام از اقدامات حزب الله لبنان در سوریه انجام شده است. این گروه در بیانیه خود با نامیدن حزب الله به عنوان حزب ایران در لبنان ادعا کرده است در پاسخ به آنچه حملات حزب الله علیه مردم سوریه خوانده است این حمله را انجام داده. این گروه در پیام خود از اهل سنت لبنان خواسته است تا با حضور در یک جبهه واحد به مقابله با حزب الله لبنان برخیزند. روز پنجشنبه 25 دی منابع خبری لبنان گزارش کردند که یک خودروی بمب گذاری شده در شهر هرمل واقع در منطقه دره بوقا در شرق این کشور منفجر شد که در نتیجه آن دست کم 4 نفر کشته و شمار دیگری زخمی شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها این انفجار در برابر ساختمان‌های اداری این شهر و در ساعاتی روی داده که کارمندان به محل کار خود می‌رفتند. دره بوقا از مناطق عمدتاً شیعه نشین لبنان است که گروه شیعی حزب الله بر آنها تسلط دارد. شهردار هرمل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله گفته است که هنوز جزئیات بیشتری در مورد این انفجار در دست ندارد. پیشتر یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی محلی گفته بود که دست کم 2 جسد در محل انفجار یافت شده است. در این گزارش آمده بود که احتمال دارد انفجار روز پنجشنبه ناشی از عملیات انتحاری بوده و یکی از اجساد به عامل این حمله تعلق داشته باشد. بمب‌گذاری روز پنجشنبه تنها چند ساعت پیش از آغاز محاکمه متهمین به ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان روی داد. این محاکمه در لاهه هلند برگزار می شود. در ماه‌های اخیر لبنان شاهد درگیری گروه‌های مسلح طرفدار و مخالف حکومت سوریه و همچنین چندین مورد انفجار بوده که بسیاری از ناظران آنها را نیز با جنگ داخلی سوریه مرتبط دانستند. گروه حزب الله لبنان که متکی به حمایت جمهوری اسلامی ایران است در جنگ داخلی سوریه دخالت دارد و از نیروهای بشار اسد حمایت می‌کند، در حالی که برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سنی لبنان حامی مخالفان حکومت بشار اسد هستند. تعدادی از انفجارهای اخیر در مناطق تحت تسلط حزب الله روی داده و سفارت ایران در بیروت از جمله هدف‌های این حملات بوده است. چند عضو حزب الله هم در این مدت ترور شدند. حزب الله گروه‌های تندروی سنی را مسئول این حملات دانسته و عربستان سعودی را به حمایت مالی از آنها متهم کرده است. گزارشی داریم از همکارمان محمد رضا شاهید از پاریس از کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه که دعوت میکنم با آن توجه فرمایید. لحظاتی پیش کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه فرانسه پایان گرفت. از موضوعات مهم 2 نکته میشود به اون اشاره کرد. سفر آقای لوران فابیوس وزیر خارجه در این هفته 2 نوبت به سوئیس، روز دوشنبه به بروکسل که به ترتیب درباره‌اش براتون خواهم گفت. اونچه که مربوط می شود به سفر بروکسل نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا هست که خانم کاترین اشتون اون جلسه رو اداره خواهد کرد. مسائل مختلف از جمله آغاز لغو تحریم هایی است از توافق ژنو که در 24 نوامبر به دست اومد. بخش هایی از این تحریم ها برای مدت 6 ماه لغو خواهد شد. البته نشست ژنو برای سوریه روز سه‌شنبه و بار دیگر نشست داووس در سوئیس که این هر دو بار آقای فابیوس به سوئیس سفر خواهد کرد. در مورد نشست ژنو پرسشی را از آقای نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه داشتم مبنی بر اینکه شنیده شده است جمهوری اسلامی ایران مایل به شرکت در نشست ژنو دو برای سوریه است اما می‌خواهد اطمینان پیدا کند که تعدادی از زندانیان سپاه پاسدار که در سوریه توسط شورشیان
دستگیر شده اند آزاد بشود. ابتدا به این پرسش و پاسخ کوتاه توجه کنید، ترجمه اون رو لحظات دیگر خدمتتون خواهم گفت. Notre Genève, c'est la transition politique et le transfert des pouvoirs à un organe doté des pleines compétences. C'est ça la réunion de notre Genève. Je n'ai pas connaissance d'autres objectifs, notamment ceux que vous évoquez. Non, c'est-à-dire le contraire. Il y a une invitation qui est adressée par le secrétaire général des Nations Unies aux États participants à cette conférence. Et je n'ai pas vu mentionner le point que vous évoquez dans la lettre du secrétaire général des Nations Unies. Non, je parle de l'inverse, c'est-à-dire l'Iran est prêt à venir à condition qu'on lui donne le garantie de... Je ne crois pas que chaque participant à cette réunion puisse poser ses conditions et fixer à l'ordre du jour différent de celui qui est fixé au nom de la communauté internationale par le secrétaire général des Nations Unies. همطور که مشاهده کردید، در ابتدا سخنگو در این باور بود که چگونه ممکن است که جمهوری اسلامی بخواهد برای نشستی که سازمان ملل اون رو مدیریت میکنه تعیین خط راه بکنه، اما این توضیح از طرف من لازم بود که برعکس، جمهوری اسلامی میگوید به شرطی حاضر در این کنفرانس هست که اطمینان هایی برای آزادی چند مقام نظامی سپاه پاسداران در سوریه رو پیدا کنه. آقای نادر گفت چنین چیزی رو ازش خبر نداره و اصولا چنین نشست های جای تعیین شرط از این نوع نیست. به هر حال همونطور که خدمتون گفتم، روز سه‌شنبه آینده در مونترو و سپس در ژنو نشست هواداران سوریه برگزار خواهد شد در مورد انتقال قدرت و اینکه این انتقال قدرت به چه نحوی از سوی شورای ائتلاف پذیرفته خواهد شد و یا اصولا شورای ائتلاف در این نشست خواهد بود یا نه. پاریس، تلویزیون ایران فردا. سازمان عفو بین الملل از بزرگترین نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان در بیانیه‌ای اعلام کرده است ایران از ابتدای سال 2014 یعنی در دو هفته 40 نفر را اعدام کرده است. حسیبه حاج صحراوی، معاون عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در این بیانیه گفته است تعداد اعدام‌هایی که تاکنون در ایران انجام شده هراس برانگیز است و تلاش حکومت ایران برای تغییر چهره بین المللیش اگر با افزایش میزان اعدام همراه باشد بی‌معنی است. مقام‌های قضایی و رسمی ایران در سال‌های اخیر اعلام کردند که مجازات اعدام یکی از اصول اساسی اسلام و مندرج در قرآن است و اجرای آن متوقف نخواهد شد. سازمان بسیج گفته است از موارد نقض حقوق بشر در آمریکا در سال 2013 روز 7 بهمن ماه رونمایی خواهد کرد و سپس آن را به سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد. احمد اسفندیاری، سرپرست معاونت بین الملل سازمان بسیج، به خبرگزاری فارس گفته است این گزارش بر اساس رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده. آقای اسفندیاری گفته در این گزارش سعی شده بازداشت خودسرانه، نقض عدالت کیفری و نقض حریم خصوصی شهروندان در آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام سازمان بسیج در واکنش به انتشار گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صورت گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا را بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان دانسته و روزانه حملات و انتقادهای تندی متوجه این کشور و مقامات آن می‌کنند. رئیس شبکه هپاتیت کشور با انتقاد از قطع بودجه‌های مربوط به برخی از لوازم پیشگیری از بارداری نسبت به افزایش بیماری‌های ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی به دنبال حذف این خدمات ابراز نگرانی کرده است. دکتر معید علویان در نشست خبری کنگره تازه‌های درمان هپاتیت کشور گفته پیش از این بودجه‌ای برای بهداشت باروری در نظر گرفته می‌شد، اما اکنون این بودجه قطع شده و خطر انتقال بیماری‌های ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی جامعه را تهدید می‌کند. به گفته وی با حذف بودجه پیشگیری نه تنها به جایی نمی‌رسیم، بلکه بیماری‌های ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی جامعه را درگیر خواهد کرد. ناصر مکارم شیرازی از مراجع حکومتی در قم در جدیدترین فتوای خود گفته است استفاده از مانکن در فروشگاه‌ها حرام است. آقای مکارم شیرازی همچنین گفته درآمد فروشگاه‌هایی که از مانکن استفاده می‌کنند مکروه است.
پیشتر در دولت گذشته نیز مسئولین امور صنفی استفاده فروشگاه ها از مانکن را ممنوع کردند و فروشندگان برای دریافت مجوز استفاده از آن به ناگزیر سینه های مانکن های زن را می بریدند. در همین رابطه 2 سال پیش به همه فروشگاه ها گفته شد که باید عروسک های بی حجاب را بردارند یا برتر آنان حجاب بپوشانند. ابراهیم فیاض، یکی از استادان محافظه‌کار دانشگاه تهران، با انتقاد از حضور زنان در جامعه گفته است در شرکت‌های اقتصادی ایران یک شبکه فحشا وجود دارد که زنان را تبدیل به برده‌های جنسی کرده است. به گفته مردها باید فضای زندگی را طوری درست کنند که زنان در خارج از خانه مشغول به کار نشوند. فیاض از جمله محافظه‌کارانی است که 1 سال گذشته نظریات و تحلیل‌های جنجال برانگیزی درباره مسائل جنسی و فرهنگی مطرح کرده است. به پیشتر گفته بود محرک های جنسی عامل حوادث سال 88 در ایران بوده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیروز پنجشنبه در کاخ کرملین با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار کرد. ظریف در این دیدار با پوتین درباره مسائل مختلف از جمله توافقنامه اتمی ایران و گروه 5+1 و همچنین بحران سوریه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، در این دیدار پوتین تاکید کرد توافقنامه اتمی ژنو نباید روی کاغذ بماند و خواستار عملی شدن این توافق شد. پوتین درباره حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 گفت مسکو از حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 استقبال می‌کند. در تحول دیگر در همین زمینه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم گفته است هر کسی که در اداره مرحله انتقالی سوریه حضور پیدا کند باید مورد توافق دولت و اپوزیسیون سوریه هم باشد. ولادیمیر پوتین در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با اشاره به توافق ژنو تاکید کرد که توافقنامه اتمی ژنو نباید روی کاغذ بماند و خواستار عملی شدن این توافق شد. محمد جواد ظریف هم پس از دیدار با پوتین به خبرگزاری ایرنا گفت روابط تهران و مسکو واکنشی به مشکلات بین المللی نیست، بلکه مناسباتی اصیل و متناسب با توانمندی های گسترده دو کشور است. ظریف در خصوص دستاوردهای سفر 1 روزه‌اش به مسکو گفت بحث ها 2 بخش داشت که اولی را روابط 2 جانبه و دومی را نگرانی های منطقه با محوریت سوریه تشکیل می دادند. گفته شده است یکی از محورهای دیگر گفتگوهای پوتین و ظریف کنفرانس بین المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 بوده که قرار است 2 بهمن در سوئیس آغاز شود. ولادیمیر پوتین در این باره گفته است که مسکو از حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 استقبال می کند. رئیس جمهوری روسیه افزود ایران کشور مهم و غیر قابل جایگزین برای حل و فصل تمامی مسئله های منطقه است. او ادامه داد من اطمینان دارم پیشرفت هایی که در منطقه و به خصوص موضوع هسته‌ای حاصل شده مرهون تلاش های مدیریتی جمهوری اسلامی ایران بوده است. ایران تاکنون به کنفرانس ژنو 2 دعوت نشده است. آمریکا دعوت از ایران به کنفرانس را منوط به پذیرش نتایج کنفرانس ژنو 1 از سوی تهران دانسته است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در کنفرانسی خبری مشترک با ظریف بر ضرورت حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 تاکید کرد. در همین حال ظریف با بیان اینکه ایران تنها در صورت دعوت شدن در کنفرانس ژنو 2 شرکت خواهد کرد گفت دولت سوریه هیچ پیش شرطی پس از آغاز مذاکرات را نمیپذیرد. در همین راستا جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم گفت هر کسی که در اداره مرحله انتقالی سوریه حضور پیدا کند باید مورد توافق دولت و اپوزیسیون سوریه باشد. اپوزیسیون سوریه تاکید کرده که شرط حضورش در کنفرانس بین المللی صلح این است که عدم حضور اسد در آینده سوریه تضمین شود. دولت سوریه تاکید کرد هیچ پیش شرطی را برای حضور در کنفرانس ژنو نمیپذیرد. او با بیان اینکه سوریه به بزرگترین جذب کننده تروریست ها تبدیل شده است گفت نمیدانم کسانی که با کنفرانس بین المللی صلح مخالفت می کنند چگونه می خواهند سوریه را از تروریسم دور کنند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت از اپوزیسیون سوریه می خواهم با حضور در کنفرانس موافقت کند. ژنو 2 پایان نیست، آغاز است. کنفرانس صلح بهترین راه برای محقق کردن خواسته های مردم سوریه و اهداف انقلاب سوریه و همچنین متوقف کردن کشتار هاست. کنفرانس ژنو 2 قرار است 2 بهمن بر پایه توافق آمریکا و روسیه برگزار شود.
کنفرانس ژنو 1 سال گذشته برگزار شد و در آن طرف‌های شرکت کننده بر سر تشکیل دولت یا شورای انتقالی در سوریه با اختیارات کامل به توافق رسیدند. این توافق به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید، اما بخشی از اپوزیسیون سوریه مخالفت خود با حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح را اعلام کرده است. در این خصوص روز گذشته اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه گفت نامه ای از شورای ملی هماهنگی اعتراض‌های سوریه دریافت کرده که در آن آمده در کنفرانس ژنو 2 حاضر نخواهند شد. ابراهیمی با بیان اینکه به تصمیم احترام می‌گذارد نسبت به چنین تصمیمی ابراز تأسف کرد. همزمان با رأی‌گیری برای تصویب لایحه بودجه سال 2014 میلادی، پارلمان اوکراین به صحنه زد و خورد میان نمایندگان موافق و مخالف این طرح تبدیل شد. بودجه سال جاری اوکراین انتقاد رهبران مخالف را برانگیخته است. آنها میگویند در این طرح برای خدمات اجتماعی بودجه ناچیزی در نظر گرفته شده است. با این حال هزاران نفر از هواداران دولت با برپایی تظاهرات در برابر پارلمان اوکراین در کیف حمایت خود را از این طرح اعلام کردند. این در حالی است که وزارت دادگستری اوکراین روز گذشته از ممنوعیت برگزاری هر گونه تظاهرات در مرکز کیف خبر داده بود، جایی که از هفته‌های گذشته به محل اصلی تجمع مخالفان دولتی در اعتراض به خودداری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور از امضای توافق همگرایی با اتحادیه اروپا تبدیل شده است. کمیته اطلاعات سنای آمریکا با انتشار گزارش جدید اعلام کرد جلوگیری از حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی ممکن بوده است. در این گزارش از وزارت خارجه، ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا انتقاد شده است که نتوانستند نشانه‌های هشدار دهنده را به موقع دریابند. در جریان حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی که در 11 سپتامبر 2012 روی داد، سفیر آمریکا در لیبی و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. در گزارش جدید سنا که نمایندگانی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آن را تهیه کردند، همچنین گفته شده است که سفیر آمریکا نیز هشدارهای ایمنی را نادیده گرفته و در هفته‌های پیش از این حادثه 2 بار از درخواست کمک ویژه سرباز زده بود. شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد درگیری‌ها در آفریقای مرکزی ابعاد گسترده‌تری یافته و از کنترل خارج شده است. این درگیری‌ها در حالی است که میشل جوتودیا به دنبال نشست اتیوپی از سمت ریاست جمهوری این کشور کناره‌گیری کرد، اما این امر باعث پایان یافتن درگیری‌ها نشد. در همین حال گزارش شده حداقل 7 نفر در درگیری‌های شب گذشته در آفریقای مرکزی کشته شدند. در همین حال جان کین دبیر اجرایی دفتر امور هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل نسبت به خطر نسل کشی در آفریقای مرکزی هشدار داد. درگیری‌ها در آفریقای مرکزی از مارس 2013 میلادی پس از سرنگونی دولت به دست شبه نظامیان سلکا آغاز شده است. از زمان آغاز درگیری‌ها تا کنون هزاران نفر کشته و آواره شدند. مجتبی ذوالنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه دولت 11 را شرکت سهامی خاص اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی دانسته است. آقای ذوالنور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته از آنجا که عمل احمدی نژاد دامن اصولگرایان را گرفته، بنابراین آنها باید مراقب رابطه خود با دولت حسن روحانی باشند. ناکارآمدی دولت احمدی نژاد یکی از مهمترین عوامل فاصله گرفتن محافظه‌کاران از اوست. بسیاری از محافظه‌کاران تندرو معتقدند عملکرد احمدی نژاد باعث شکست آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شد و بار دیگر اصلاح طلبان را به قدرت رساند. ذوالنور همچنین گفته است اصلاح طلبان تلاش می‌کنند بار دیگر محمد خاتمی را احیا کنند، در حالی که نقش خاتمی در حوادث سال 88 کمتر از موسوی و کروبی نبوده است. سعید مرتضوی از متهمان فساد در سازمان تامین اجتماعی که روز چهارشنبه به دادگاه احضار شده بود به دادگاه نرفت. ابتدای هفته جاری قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده سعید مرتضوی اعلام کرد او ممنوع الخروج شده است. این خبر را پس از آن محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم تاکید کرد و گفت برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است.
سعید مرتضوی که 5 پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد، در یکی از پرونده ها به خاطر شکایت کارگرانی به دادگاه فراخوانده شده بود که از او به اتهام خیانت در امانت به دادگاه شکایت کرده بودند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ایران میگوید بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است، حدود 30 نفر که اسامی برخی از آنها رسانه‌ای شده، بیش از 80% معوقات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شوند. به گزارش ایرنا، مصطفی افضلی فرد گفته است در گذشته با بدهکاران بانکی برخورد جدی نشده و نرمش با بدهکاران دانه درشت در حالی بوده که افراد آسیب پذیر جامعه برای وام 5 میلیون تومانی مدام از سوی بانک ها اخطار دریافت می کنند. وزیر نفت ایران با اشاره به اینکه بابک زنجانی پول حاصل از فروش نفت را نداده ابراز امیدواری کرد قوه قضاییه بتواند حق ملت را از بابک زنجانی بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه گفته است حدود 2700 میلیون دلار از بابک زنجانی طلب داریم که باید وصول شود. به در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا شکایت وزارت نفت باعث بازداشت بابک زنجانی شده است، گفته این موضوع میتواند یکی از دلایل باشد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، قیمت دلار در بازار افزایش و سکه کاهش یافت. بنابر این گزارش، هر دلار آمریکا با 3 تومان افزایش نسبت به روز گذشته 2958 تومان، یورو و پوند هر کدام با 10 تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ترتیب 4040 و 4850 تومان در بازار معامله شد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید روزانه در این کشور بیش از 2000 فقره سرقت رخ میدهد. به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری در ایران به دنبال وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی یکی از عمده‌ترین دلایل نابسامانی اقتصادی و اجتماعی و افزایش میزان سرقت در جامعه است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم. از طرف خودم و تحریریه خبر، شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم. قبل از آن، امیر خسرو جردی و خبرهای ورزشی. با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش با ویژه برنامه خبر ورزشی دربی 78 پرسپولیس و استقلال در خدمت شما هستم. ابتدا خبر این بازی. 78 دربی سنتی پایتخت با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در ادامه هفته 23 این رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، عصر امروز دو تیم استقلال و پرسپولیس در 78 بازی سنتی تهران مساف هم رفتن که این بازی پس از 90 دقیقه تلاش با تساوی بدون گل به پایان رسید. در پایان این مسابقه سعید مظفری زاده داور این دیدار از دنیای داوری به طور رسمی خداحافظی کرد. با این نتیجه استقلال تهران با 45 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و استقلال و پرسپولیس تهران با 41 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. به همین منظور در خدمت کوروش بازیار، کارشناس فوتبال شبکه ایران فردا هستیم، از آلمان به ما اضافه شدن. آقای بازیار، خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. بازی حساس استقلال پرسپولیس پس از 90 دقیقه تلاش، بازی بیروح و سردرگم، بیشتر حواشی میانه میدان رو داشت به پایان رسید. من از شما خواستم بگم دربیای بسیار زیادی هم شما دیدید، دربی ال کلاسیکو بارسا و رئال، دربی بایر مونیخ و دورتموند، یا دربی اینتر و میلان. چرا دربی بزرگ استقلال پرسپولیس اینقدر از نظر فنی در حد پایینی بود؟ علاوه بر حواشی که قبل از انجام مسابقه پرسپولیس استقلال در سنوات اخیر ما دیدیم که از طرف تماشاچی‌ها به مجموعه دو تیم وارد میشه، متاسفانه
نداشتن بازیکنان یک دست و هم صد روی نیمکت باعث میشه که دست مربیان در تعویضاشون بسته باشه. ما اگر بخوایم در 10 مسابقه اخیر این دو تیم ریز بشیم، میبینیم فقط یک مورد مصطفی دنیزی اومد و یک ایمان زاهد رو از سر ناچاری وارد بازی کرد و ورق برگشت. امروز متاسفانه دو تیم برای انجام یک بازی و نشون دادن کارهای تاکتیکیشون پا به میدون نذاشته بودن. گرفتن 7 کارت زرد از طرف بازیکنان دو تیم نشون میده که بیشتر توپ در میانه های میدان در حالت خطا و بازی شروع مجدد در جریان بوده. و وقتی هم که من به بازی دو تیم نگاه میکنم، نیمه اول واقعا حرف برای گفتن نداشت. نیمه دوم پرسپولیس یکم بهتر از استقلال بود و سعی میکرد که از کناره ها با توجه به سرعت علی عسکری و آلیشا بتونه به محوطه 18 قدم خودش رو برسونه، اما متاسفانه پیام صادقیان امروز روزش نبود، دچار حواشی شد در دهان. آقای بازرگان میخوام پیام صادقیان بازی به زعم اکثر کارشناسا، به زعم شما بازیکن بسیار مستعدی در 20-21 سالگی در پرسپولیس داره بازی میکنه و بسیار هم چشم نواز بازی میکنه، اما مسائل حالا اخلاقی و تو همین بازی هم دیدین که خیلی به حواشی توجه میکنه. پیام صادقیان واقعا اگه بخواد این سیستم رو ادامه بده در نهایت به کجا خواهد رسید؟ من در ادامه عرضم عرض خواهم کرد در مورد پیام صادقیان. استقلال اومده بود که توپ رو به پرسپولیس دو دستی تقدیم کنه و با خطاهای پی در پی زمان رو به سود خودشون به پایان ببرن. ما اگر به شروع مجددهای سید مهدی رحمتی دقت کنیم، با توجه به اینکه میدونست هم سید مهدی رحمتی و هم کادر فنی استقلال و همین در عین صحبت های آقای بازیار هم همکارم تصاویر این بازی رو قطعا پخش خواهند که ما در خدمت بفرمایید. آقای بازیار، خط دفاعی پرسپولیس و دروازه‌بان این تیم بهترین عملکرد رو از خودشون نشون دادن و تمام ضربات سر رو میزدن. باز هم سید مهدی در شروع مجددها میومد توپ رو بلند میفرستاد که بازیکنان پرسپولیس صاحب توپ بشن و اونها ابتکار عمل رو در دست بگیرن و استقلالی‌ها بودن که با خطا میومدن زمان رو به سود خودشون به پایان میبردن. یک ضربه فنی ما از محمد نوری دیدیم که تمام بازی در اون یک ضربه خلاصه شد و من متاسفم برای تماشاگرانی که از اقصا نقاط ایران دیشب رو در سرمای تهران زیر چادر به سر بردن و 5 صبح هم به بهانه نماز خوندن از زیر چادر اونها رو بیرون کردن. امیدوارم مربیانمون مسئولین ما به خودشون بیان، به این هواداران احترام بگذارن و بیان برای یک بازی تهاجمی تیم‌هاشون رو در مقابل هم قرار بدن. در مورد پیام صادقیان اگر اجازه بدید سریع عرض کنم، پیام صادقیان با توجه به پیشینه خوبی که در تیم ذوب‌آهن اصفهان داره، متاسفانه نمیدونه کجا اومده و با توجه به اینکه این بازیکن از مشاوران خوبی برخوردار نیست، اگر بخواد این روند رو ادامه بده، مطمئن باشی سرنوشتی مثل بازیکنان دیگرمون که اومدن در پرسپولیس و محو شدن گریبان این بازیکن رو خواهد گرفت. امیدوارم علی دایی به عنوان بزرگتر پیام صادقیان، به عنوان سرمربی این تیم بیاد در مقابل پیام بیسه، چند بازی اون رو نیمکت نشین کنه که پیام صادقیان همچنان که علی کریمی در ابتدای فوتبالش یک سال خانه نشین بود و تنبیه شد و در سالهای بعد برای ما علی کریمی شد، پیام صادقیان هم بیاد به خودش بیاد و این حواشی رو کنار بذاره. آقای بازه خیلی کوتاه می‌خواستم بفهمید، خب در اواخر بازی خب مشخص بود که استقلال به دنبال تساوی است و این تساوی با همین تساوی هم در صد قرار میگیره. پرسپولیس رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ کوتاه می‌خواستم بفهمم که علی دایی هیچ تعویضی هم در بازی نکرد و بعد از این بازی فکر می‌کنه که چه اتفاقاتی برای دو تیم بیفته؟ ببینید وقتی که ما میگیم حواشی میاد گریبان دو تیم رو میگیره، یکی از حواشی این مسابقه نباختن امیر قلعه‌نویی در دربی هاست و همین حاشیه ها باعث میشه که امیر قلعه‌نویی به مطبوعات، به تیتر مطبوعات بیشتر ریز بشه و بیاد برای نباختن تیمش رو ارنج کنه. در مقابل علی دایی هم بعضی وقتا ما دیدیم مربی های بزرگتر از علی دایی هم میان و یخ میزنن روی نیمکت و واقعا ابتکار عمل از دستشون میره. خود من انتظار داشتم در اواخر بازی بازیکنان سرعتیش رو وارد زمین کنه، حتی
محسن مسلمان رو بیاره و بتونه با توجه به چند بازیکن سرعتی مثل خلدوری، مثل آلیشان، مثل علی اسکر ابتکار عمل رو در قلب دفاع استقلال به دست بگیره. اما متاسفانه بازی‌های دربی شرایط خاص خودشونو دارن و آدم تا جای اون مربی‌ها نباشه نمیتونه واقعا اظهار نظر بکنه. نکته پایانی، یک دقیقه وقت داریم. سعید مظفرزاده یکی از بهترین داوران و داوران تحصیل کرده فوتبال ایران بالاخره اون صحبت خودشو به طور رسمی علنی کرد و از دنیای فوتبال رسما خداحافظی کرد. فکر میکنید که فوتبال ما چرا به همین راحتی اینقدر داوران خوبش رو از دست میده که سعید مظفرزاده که از اونا بود؟ برای آقای مظفرزاده در ادامه راهشون در هر راهی که در پیش گرفتن آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. مطمئن باشید آقای خسروجلدی، جای سعید مظفرزاده به این زودیا در فوتبال ما و در داوری فوتبال ما پر نخواهد شد. سعید مظفرزاده با توجه به تحصیلات عالیه که داشت، با توجه به دقت و نظر خوبی که به فوتبال داشت، زحمتی که برای بروز کردن خودش داشت، به فوتبال ما کمک کرد و امروز با توجه به حواشی که برای کمیته داوران پیش اومده و اونها همگی تحت اتهام رشوه گرفتن قرار گرفتن، سعید مظفرزاده عطای این کار رو به لغاش بخشیده. ایشون دارن دکتراشون رو میگیرن، برای ایشون در ادامه راه آرزوی موفقیت دارن. بسیار ممنونم آیه بازار. خیلی کوتاه تو یه جمله، با این نتیجه مدعی قهرمانی میشه فکر میکنه استقلال باشه پرسپولیس؟ آیه خسروجلدی، من تا آخرین روز فکر میکنم ما شاهد قهرمان لیگمون نباشیم و رقابت در صدر جدول همچنان ادامه خواهد داشت. بسیار ممنونم از آقای بازار به خاطر که در برنامه حضور داشتن در خبر ورزشی و تونستیم با حضور ایشون بحث و بررسی کنیم و آنالیز کنیم بازی استقلال پرسپولیس. امیدواریم که داربی های آینده استقلال پرسپولیس واقعا مثل داربی هایی باشه که تماشاگر لذت ببره. نزدیک 80,000 نفر تماشاگر در ورزشگاه آزادی فوتبال خوبی ندید، میلیون ها بیننده تلویزیونی هم کلا محو حواشی بودن و از دیدن یه فوتبال خوب به نظر من محروم شدن. و فوتبالی که میخواد در سال جام جهانی باشه باید بهتر از اینها در داربیا حضور داشته. اگه صحبت نمونده بازی من با شما خداحافظی میکنم. سی سالی من در مورد تیم ملی امیدمون که از ادامه مسابقات زیر 22 سال آسیا جامون دست کنن. وقت نداریم آقای بازی. جای کاوه رضایی در فوتبال اروپا خالیه، با توجه به اینکه ایشون در سال 2008 بهترین گلزن نوجوانان جهان شدن. نفر دوم هینگ مینگسون از کره جنوبی الان در لیورپول بازی میکنه. ممنونم از آقای بازی. بینندگان عزیز و ارجمند، این بود ویژه برنامه خبر ورزشی درباره بازی استقلال پرسپولیس. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.